جنگ 8 ساله ایران و عراق که از شهریور 1359 تا مرداد 1367 بین دو کشور جریان داشت، یکی از فاجعه‌های تاریخ بشری است. جنگی که پس از جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ قرن 20 بوده است. این جنگ یک سال پس از تصویب قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1367 پایان یافت. قطعنامه 598 معاهده الجزایر را مبنای عقب نشینی ارتشهای دو کشور به پشت مرزهای خود تعیین کرد. جنگ ایران و عراق طبق آمار رسمی ایران 213,000 کشته، 335,000 معلول، 40,000 اسیر و 1,000 میلیارد دلار خسارت بر جامعه ایران وارد کرده است. تا به امروز حدود 40,000 معلول جنگی اعصاب و روان در ایران شناسایی شدند. بیش از 80% آنان دچار اختلال PTSD هستند و در بیمارستان‌های مختلف تحت مراقبتند، در حالی که تعداد زیادی نیز هنوز شناسایی نشده و از دریافت هر گونه خدماتی محرومند. اسیر بودن، کلیه همو در آوردن، یه کلیه سمت چپ همو در آوردن، بدون بیهوشی، بدون هیچی، بدون سری با سرنزه در آوردن. شما میتونید اون لحظه شکو ببینید؟ فکر نکنم. فکر تو آسوده کن، به چیزه خوب فکر کن. چیزه خوب؟ بعدم بیهوش میشم دیگه، شما رو نمیبینم. نفس های بادن؟ نفس بکش. اینجا که توجه میکنید، اینجا مرده شورخانه. اینجا رو بهش میگن مرده شورخانه. والا چه پرم شهده رو به همین شکلی آرپیچی میزه میزه سینه کلش میپره، دستاش اینجا قد میشه، متوجه هست دستاش قد میشه، اینا اونه میبرن میشورن. تاریکاتی شدید. و 500-600 میلیون نگهداری میکنه پیشش تا ماهی که مثلا علیرضا محمودیان خدا بیاد داخل و به سر همه چی تمام بشه بره برای ابد بریم دیگه نیاد. من عرض کنم خیلی که مثلا حالا کار دارم با مثلا زمین و زمان گوشه تمام نمی کنی منطقه یه جلو بندی میخواد، موتور میخواد، ماشین میخواد. اونجوریه که حالا که مثلا که زنده کنم اینه من نمیتونم تو بگم. خوبه
والا ما علمی توراتی موراتی نیستیم. وقتی تصمیم میگیریم تصمیمات تو علم خود ما میگیریم، تو تورات هم تصمیم میگیریم، تو قرآن هم تصمیم میگیریم، یه کارایی میکنیم برای کسی نفهمه. دیروز نارچی در مسلمان هم میرم نماز میخوانیم، دین دارم، مذهب دارم، که نمیم ولی درست یادم نمیاد فعلا این سکور اینجوری بذارش طوری زمینی میتونیم پرتاب کنیم زیاده 300 میلیون جمعیت میبریم. اونه میگه مورد شوخانه عدیده سامن اینو برش مورده که میافته این دیگه از مورده حرف نزد عکسه این دست چوب زمان عکست میخواد بگیره شیلی موچ تمه جانباز جوزامی مجتمه جانباز 75% جوزامی مجتمع. پس فردا من دنبالتان باش. امروز چونه؟ امروز آمار خستی بودی؟ الان یه چند دقیقه میای نمایش درمایی؟ خودت میای یا با هم بریم الان؟ میای دقیقه بریم؟ خواهم زخم میخوری. الان من چیزی نگفتم. نمیدونم خواهم زخم. من همه چیزی نگفتم بهت. من گفتی دارم. چی گفتم؟ نمایش بازم خواهم زخم. الان چیکار کنیم؟ میای یا نمیای؟ نمیام. سر تو چون صاحب احترامی آخرین حجت راه باری سر به دنیای اسلام گامی خوش به حالت که نفر نهاده است نام نیک گلزار شهیدان بهشت زهرا در خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر محمود احمدی نژاد. میخوای سخنرانی کنی؟ تمام جانبازا اینجا هم تو رئیس بیمارستانی میخوای بهشون بگی چه کار کنن که نظم و انضباط رو رعایت کنن تو بیمارستان. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه آمده بنیاد جانبازان متشکرم، مرسی، خیلی خوش گذشت فلان و اینا. ولی مسئله اینه که بسیار من یه وقت دلم تنگ میشه برای چکو برای سنتلایی برای نیروهای چکو اینا میخوام برم بیقرار برم منطقه نمیتونم نمیارم بالا به خودم. یه وقت دارید قاسم سلیمانی فرمان جوهر اداد دوباره رفت منطقه من یه جعبه مهماتی گذاشتم جلان خوزستان جلان آفتاب هی مین والمرا آموزش بیم نیروان شیستن اونجا منم دارم مین والمرا آموزش بیم میدان میره اینو میره بذاری بیرون گوشه ما میکنیم بذاری کنار میری جلو کشم این تمکن با خدا خاک ما که همینو بکنیم بذاریم کنار بازش میکنیم بذاریش جسر جا میری جلو میری جلو میخوری به مینه والبرا میخوری به مینه والبرا والبرا سی میشه قد میکنی بس این چی باز میکنیم بذاری کنار میری جلو میرسی به مینه کپسولی کپسولی باز میکنیم بذاری کنار میرسی به میره چی؟ سوسکی میره سوسکی هم خونسان کنی میری میرسی به میره گوشکوبی میره گوشکوبی خونسان میکنی میره جلو میرسی به میره چی؟ پدالی میره جلو میرسی به میره منبر میرسی تا به بوشه فوگاس که این قطع بوشه فوگاس آره این میناره که تعداد خونسان کردی از میدان مین میای بیرون میدان مینیت هم میشه دیره ها خود میای بیرون توکل به خدا یا میبینی رو مین منفجر میشه پاد قد میشه شهید میشه یا که میای بیرون 16 17 سال بود رفتم بسیج بسیج سیزدهخانه همدان آموزش کلاش و اصله اینا دیدم. هر یه ما دو ماه حاجی میدان می پیدا میکرد. گوش میکنی توی بیابانه جای دنج، عراق، ایبر، اوبه، سنگر، تخریب مخریب. یه چیز پیدا میکرد اینا بعد اونجا تخریب بودیم. تخریب چی بود؟ بگو من بیا شروع کن. ست تایی، ست و پنجه تایی، پنجه تایی، بیست تایی، سی تایی. خونسا میکردیم میگو جمع کنید بریم. میره تلویزیونی هست. میره مین و مین از این قرد. میگو من به من به این ایزار. موتور برق گذاشیم تو قایق رفتیم جلو. رفتیم جلو این دو سر سیم بزنیم تو قایق. موتور برق بوکانیم بعد یه جوری آمدیم بریم و استوکان نسون بود آمدیم بریم 60 زد کنار بخون برای 60 که یه زد تو آمون بی 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 تو آمون یه بزنیم متفجر بشه
زد ما گاز آقایی که جفرده یه پراشت بردیم مثلا ارافه این تنم بوده تو پشت نیزار ما یه باش اینجا کپی کرده بود چهار تا اینجور از این کلای شناور با یه چادر زیده بیم اونجا میرد و تو سرسداشون میامد پای رزمده با پوتی اینجور از اینجا قد شد یه تا بقیر بسید لنکروز شفی به مسیح بردن تو پاچ و آب و اینا بشتادیم جسد بردی نبرده بود لا پتو پتو ازاز این پاچ انجام برم پاچ و دستم دو بالا ماشین و دیمه زیاد نمیاد رو دست به پاچ بردن حالات برتری اینا مثلا نسبت به عراقی ما به برتر بود وقتی چایی میشده ازاز چایی دیم شماره دو برو شماره یک برو شماره دو برو شماره دو نیازی سعی کن شونه هاتو ندی بالا با شکمت خالی کنی سر تو بالا بیم دست تو بالا چشماتو ببند به هیچ چیز فکر نکن گردان بعد گردان شد تیپ سه تا گردان میگن تیپ بعد سه تا تیپ چه میشه 3000 نفر لشکر ولی چقدر هم دیگه نمیشه بعد اون میشه لشکر بعد یه لشکر به هم داریم چونی که سارالدا بگن آمد باید سه صبح بیدار هر جعفرزاده میگو ملک بیدار میکنه عادی ما یه سوره میخوانم از آخر سوره کهفه میخوانم به اسم قسم دیم صبح که میشه یکی حلو میداد میگو نماز میخوان نماز میخوانیدم اینجوری چه پی انداختم عکس شهدا رو چیدم اینطوری کنار سفره هفت‌سین بعد شهید شده بیستیتایی بود عکس خودم با تیروار و تانک و پلاین همه رو پانی کنی میشنم بود جنگ به شما رو یه منی من نیستم کجام جنگ داره میکنم با امریکای شوری دوباره میری؟ بله دیگه هم نمورد پوتین ها میپیشم لباس هم میشنم میرم دیگه رو میرم تو چه واحدی میری؟ اونی که خودم میدنم خودم میدنم کجا برم میدنم میری تکتیر انداز میشی؟ تخریب میرم تخریب چی؟ میری ایگان تخریب آره تخریب همیشه میدنم برو خودم نمیاره ولی مسئله اینجاست که مثلا جنگ اونجوری یه قمبری داشت میشه زادامو پاش قد شد بابا خانه خاله که نمون جبه بوده جنگ بوده میکنم بیا شهید میشه آتیم مثلا اون اونجوری شهید میشه یه شبای ماه بود روشن بود منطقه اون شبا نمیترسیدم چون تا یک کیلومتری خودم دید داشتم مسئله نمید بقشنگ می نشستم تو سنگر رو تک می دادم و راحت نگهبانی می دادم ولی این شبایی که ماه نبود تاریک تاریک ماه می رفت تاریک تاریک بود اون شبا می ترسیدم خیلی هم می ترسیدم در اصل ترس و وحشتم موجی شدم بعد از یک سال چیز نیروهای عراقی ما اینجا محاصره کرده بودن و من خواستم از دست عراقی ها برای کنم من برای تپه چیز موشک بزنم تانگاشون چیه ار پی جی آره اونو میزنی بعد خلاصه و دیگه صدا کردن که امدادگر امدادگر من به طرف اون مجروح رفتم که اون مریض رو ببندم در حال بستن سر اون مجروح جانباز بودم که خونپاره 120 خورد پشت خاکریز
حالا اسفاکون چه شکلی هسته قلقل خونپاره میخواه در بیه بیرون که نه مهر خدا بود چی بودش که تو مهران که رسیدیم رفتن و هوا به سر مردم دیگه متوجه نشدم وقت اومدم بیمارستان نماز یه احباز آورده بودن نگاه کردم چی دم فکرش ولی من اینجور میکردم یه دهنو پرد میشه همه کشی میگن که ضربه مغز شدیدی خوردی چهارده پونزده سالم بود از طرف سپاه ایرانی اومد که هر که نیروی مقاومت بسیج پایگاهی میخواد بره جبهه میتونی با رضایت پدر مادرش بره منم چون که علاقه داشتم و دوست داشتم برم ببینم و اینا از پدر مادرم اجازه گرفتم و رفتم لوق و شوق کلام امامو که فرمودن تکلیف از هر کسی که میتواند باید به جبهه برود من به مادرم اصرار کردم گفتم تو را خدا تو را جان حضرت زهرا اون دنیا دامن تو میگیرم گفت خب بابا بیا برو بیا برو خب رفتی ایمان من قوی بود یه رفیقم داشتم به نام علی غلامی شهید علی غلامی اونم گفت قواعد کرد جان حالا که تو امدادگر شدی منم میخوام امدادگر بشم اون 15 سالش بود یه سال از من کوچیک بود یه ترکش یه ریز خورد تو قلب شهید شد من که به علاقه خاکیز میرفتم هی میرفتم و من گلوله ها از بغل گوشم رد میشه میگم خدا یه جایی داره به من نمیخوام شهادت به زور نمیشه عاشق شهادت بودم همه هم رسیده واقعا عاشق شهادت بودیم عملیات مرکش مقدماتی شب شد ساعت 3-4 صبح 3-4 صبح شد و دیگه صبح که مثلا شد دیگه شهیده رو آوردیم دست باخت شده، کنده خط شده، عباسی شهید شد، طالبی تو سنگر شناسایی شهید شد آقای طالبی، یه طالبی دیگه برش مال فرماندهی سپاه محمد رسول الله بود، اونم شهید شد عباسی با رفت رو میرمون که شد، طالبی سنگر شناسایی خواب بود، خمپاره میدن شهید شد یه بگم، یه پسر بچه تقریباً 20 سال، 16-17 سال پاش هم مید، پاش رنگ کردینا یه چند وقتی بودن مرده بودن هست. مرتضا هست و شوهاج باقری و محمودیان مهدی بیا مهدی بیا نوبت به ما رسیده این غنچه های پرپر از کربلا رسیده به باغبان بگویید به باغبان بگویید لاله دیگر نکاره در هر کجای ایران صد باغ لاله داره میخیم خاک ایران حالا آزه بسیدم برتری و بکش با برتری دو دقیقه چیز تعریف نکن من ساعت میگیرم بهت میگم بعد شد اینه من خیلی آروم اجنره به روشن کرده بیمون اونجا تیروان گرده سلام سلام چطوری؟ حالم خوب خوبی؟ زنده باشی اسمی چیه؟ علی علی آقا بچه کجایی؟ بادگانه و پسر همیران ششاتو ببن بیم هیچ چی تعریف نکن به این صدایی که داره آیه دونه بگیر که بگیر که بگیر که بگیر دونه بگیر که بگیر ما خواهی خودی سن و مالی یک سو بتون بیارو کنده مادر شوی خواهی نکنه قرار شد دیگه تعریف نکن اونو بلش با دیمیتری جمله بساز دیمیتری ماشین رو تا قیامت کوره دکمه یه در حال حاضر چهار شد از کنو خب یک دقیقه چشماتو ببند بعد برو نمیتونی یه دقیقه وقتی چایی ببند نه شده به خدا وقتی چایی مونده تا منم تا من ژتونو تو می‌نویسم تو بشین چشاتو ببند بشین تعطیل داره خدا تعطیله تموم شد تا من ژتونو تو می‌نویسم چشاتو ببند ژتونو بنویس خدا ببند چشاتو خدا پدر مالی بیا مرا خوبه ژتون ده و یه موقع چنگی تق و توخه بشه میبینی من نیستم کجا پای دوده رو چه کجا هاج خانم یه دفعه دیگه غیب شده برای اینجا میرفی نیستم کجا همونجور بلا تقیبی برمونه اگر خدا من لذت بده و جنگی داشته باشه با امریکا اونم من نیستم
منم طبق فرمانده هم عمل هر بار ترکیب تو که شد حاجی جنبید و قاسم جنبیده ما هم بریم کجا میریم؟ بریم جبهه کدوم منطقه؟ منطقه آمریکا من رایی دمک کجا میاد اونی که مرگم آمده صدا میگرم تو بنان و اینا راه رو باز میکنیم میاد بعد میکشون بریم خدا حافظ بسیج بودم داوطلب بودم من امدادگر بودم تکتیرانداز بودم کلاشینکوف داشتم نه جنگای نامنظم شهید چمرا بودم یعنی نیروهای متخصصی بودش که از ارتش متلاشی شده بود اومده بود بیرون ولی واقعا قلبای پاکی داشتم اینا چی شده؟ اینا نمیارم اونه برم بخورم چی؟ من نمیارم اینه بهش بگم ماشین روز قیامت ماشین روز قیامت قیامت اونه لرام به دیمیتری بهش میگن خطرناک خانم یه تولید بدبخ میشه آدم میبینه ماشین روز قیامت دیمیتری خب باش چیکار میکنن با این؟ والا این دکتر میگم بدی پای هم آدمانه میکشه یعنی میره بوده میره بخاطر یعنی گرم هستش مال خودت هم مال ایرانی افکاری ایرانی این یکی رو ایران ساخته؟ آره دکمه نبشم نه ازای جانم را نگی تا دستم رو روی دکمه بگذاره دنیا رو تمام کنه و سپس بمیره دیمیتی دیمیتی ماشه روز قیامت روشن نکنی دست تو روی دکمه نگذاری این همه مردم را نکشی سلام مامو جان سلام علیکم صحبت بخیر چطوری با دیمیتری؟ با چی؟ با دیمیتری حالا بودو برشونیه چی کنیم؟ گفتی برات برس میارم برس برات آوردم چی هست از اون یه داره واقعش اینگا؟ از این دو طرفی یا دو طرفش برس دو طرفی؟ این همی با برس همون باید آی محمودیان ها امروز پنجمین روزیه که میای اینجا امروز باره دو ساعتی پیدا نیست هر سه چهار تا پیدا نیست و هی میام میرم نیستی خب پنجشنبه جمعه بود دیگه ها پنجشنبه جمعه بود دیگه تعطیل پنجشنبه تعطیل بود جمعه تعطیل بود جناب چهارشنبه هم نمیام درسته من چهارشنبه هم نمیام دیگه هم بگید مسئله اینجاست که من الان زمین و زمان میتونم به هم بریزم سه تا دستگاه دارم داغ و گداخته شوخی هم با کسی ندارم اولی دیمیتری دکمه دومی ماشین روز قیامه هستی که یه چیزا هستی بیا این شعری که رو دیوار نوشته رو بخون شعری که اینجا 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 ای که در خانه یه دل جا داری جلوه باروخ زیبا داری صد سنم در دل سینا داری جمله را عاشق و شیدا داری شمس تبریزی به روحم چنگ زد ناچر یا شمس عشقش شمس هست شمس تبریزی که نور مطلق از آفتاب و از آیات حق است قارداشی شیشه دهش راست آقای قارداشی رو میشناسی؟ آقای قارداشیل نه تو همونی که اتاق فیکسه اتاق فیکس چیه؟ آره این دار سه چهار روزه اونجاست بنده خدا اتاق فیکس چیه؟ اینا که احضیت میکنم این ایزوله اینا بیمارستان روانی اینا که اعصاب روانی اینا حالا چه سراب اینا ایستشن اونجانه
بره بدبخی هم بره خونسا کردی میدی تو ما خونسا کردن همه اینا رو بلدی؟ همیشه خونسا باز میکنم بزن همیشه میریده من میگیه درست میکنم خاله بزن کشه نگاه کنم یه چیشی این سه تا حلقه داره با مینای دیگه جود هست نگاه کن هر کدام دلت میخواه میتنی تله کنی این هم اون تلویزیون هست همینی ببینم چجوری و بلان و اینا این دو تا چاشنی داره این مین تلویزیونیه این هم مین پدالیه خب خانم فرستان اینطوری با جانت بازی میکنی وقتی خونسا میکنی یه دفع سیم چیدی و پوکی دیگه آدم زنده بشیش اینطوری خیلی پیش اومده براتون؟ والا من اجرام نبودم دسام نفتی چاشنی چاشنی داره چاشنی مید یاد گرفتی آش کنم یاد بگی بله یاد گرفت خب الان خورکن نترس نترس بیشی تبا کنم نتانسی یه تنابی تناب بزرگی برمیداری گره میزنی خدش میکشیده یعنی مثلا نتانسی بری جلو یاد درفت اینا یا یه سنگ یه جوری برمیداری پرد میکنی اینا چی میشه منفجر میشه یا مثلا یه وقت میترسی میتونی بری جلو نمیمونه خطر نداره؟ بگیری بکشی چرا خطر داری واقعا من خانم پرستار چاقو همراه بود به سلام چاقو به میده انزش هم اینجا با خانم سیل بگاهم هرکی داره بیده اصلا که ببینی چاقو بگاهم چاقو هم همه بیده نشم اینجا چه برد؟ سنیده نه چاقو سنیده هم داشته یعنی چاقو هم داشته چاقو هم من بوده نشم اینجا میچرسید مامو جان دست درد نکنه امروز کلی زحمت کشید من الان چیزی نه خیلی کشید قایق من بکشه و بره قایق موتوری میگه میگیم الله و اکبر ما قایق میریم توی گرول عظیم بودم گرول عظیم قایق اینم قباس قباس چرا یک سارنده دیگه نمیتونم فیلم و اینا برای شما بپوشم توضیح بدیم محمودی خبر داری که صدامو اعدام کردن؟ اعدام کردن. نظرت چیه؟ نظرم اینه که راحت شدی. الانو میگم حالا صدامو اعدام کردن. من مربوطی نیست به دادگاه شروع کرده مردم آزاری کرده آدمی همه رو کشته گرفتن دار نیست. که ترس کنه میره وقتی اسم دار میاد ترس. مگه فقط صدام مقصر بود؟ صدام بود و برادرش رو یکی دیگه مثل دو ستای حسن دار میزنه. الان نظرم اینه که ما آمریکا رو باید بجنگیم. ولی مسئله اینجا که سخته ما رزمندگان مثلا یه جایی بودیم گلوگار بسته بودیم میدیدی از اون میترسیدیم الان باید با امریکا به جنگیم؟ نمیارم ولی که ایش کاره میگه کاره نیست می... یه الان یه فکرش دوره ذهنم رو گرفتش لباسا خیلی جالب می روی و مژگانت
فتنه هم برانگیزد، می روی و می کاری تو گل گل خان، تو گل ها تو گل خانه، زاهدی به می خانه، سرخ روز و می دیدم، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی. ده آقا ده آنا ده ده آقا به ما بره میانه. خب محمود بابا، بره تو رو یاد چی میندازه؟ بره آی با کلان میگه با محمود علم آی با کلان آقای محمودیان؟ آقای محمودیان؟ من دارم با شما صحبت میکنم. خب به نام خداوند جان و خرد. بگو تو هم ببینم. محمود الان اگه بخوای صحبت کنی راجع به چه موضوعی صحبت کنی؟ محمود راجع به چه موضوعی صحبت کنی؟ همونجوری دارم میام. چی؟ همونجوری دارم میام. یعنی چی؟ تو حرم. میری تو حرم؟ حرم کجا؟ میری تو حرم کجا؟ ناموش میدارن یا تو حرم ها میباشه و میده و میره دونو دارن یا میریزه و میباشه و میره ولی چه بچی هم؟ باید من میام تو علی آمد تو حرم مجنون نبودم مجنون سردی از شهر رو ساختم چهار دستگاه مخرب جهان. خطر داره یه دوگمان الان فشار بدیم به صدا میپوکانه یه کار انجام میدهیم. من کجا بریم؟ مسئله یه که واقعیت داره چهار دکمه مخرب جهنمی، یعنی دنیا بنده به این چهار دکمه. اگر عمل کنه دکمه رو بزنیم خیت کنیم دیگه نمیتونیم. اینجوریه چهار دکمه چهار مخرب جهانی. این موقع میگه علی رضا محمود یا دیمیتری که بزن دکمه رو که میزنی پایین یه سری مسائل به صلاح حل میکنه میکشه اینجا یه وقت آمریکا یا شوروی یا چیزی هم بکنه اینه مثلا میتونه استفاده کنه میزنه یه دوش میشه مثلا میکشه میزنه تا هم بخواه فرمه در بود وجدانا در حقشون نمیدونم در حال به خاطر بیماری مطبخات کشی بودش
که ناراحتی پیدا کردن و اینا. من واقعا ممنونم که خانم من خانواده ای که اصیل جنوب شهری شرره بودش و الانم که الان من همیشه هر چی میگفتم تو سکوتون همه چی رو پیدا میکردم، ولی مشکل سختی دارم. کل خانواده جان بازم مشکل سختی دارم. اگه دست صدای صد تا دست میخوان، اگه یه دخوان گذاشتن نمیدونن که چقدر جانباز به تبیلون تو خیابونه دارن. من نمیدونم برای سنگی تموم میشه این صحبت کردن های من یا اصلا کلا هضم میشه تو هر پاتو. تو بخونش با من بغض کنم، ببین همینجوری تو هم بغض میکردی، بخونش. آهای زندانی زندان درد کنه رخسار زهرت زرده عزیزم آشفته حالم زغمه چه کنم مگر نلالم زغمه چه کنم مگر نلالم زغمه. حالا من میخونم میاد تو بفرم بیا بیا تو بیا من میخونم تو بغض کن ببینم چجوری بغض میکردی اونجا. دل زندانی زندانی در دنگل رخسار زجر بزردن عزیزان آشستن حالم لغمه لغم اگر ننالم لغمه عزیزان اگر ننالم لغمه. برکات بگیر آقای امرو بین خودمون باشه تحتیل دیگه برای همستیگی میتونم بکنم. ببین من چی میگم بهت گوش کن بزن بره دیگه تو تبکل به خودت شوگه. چی میخوای بکشی؟ سب کن حرف نزن که دیگه تو ما بگم. جانبازان این خداب اسلامی میخوانم روزی خولی آهنی خواهم ساخت که تمامی مردم دنیا و تمامی هستوریس این جهان را وادار به سجده کند به نام خول آهنی و این دستگاه را کرا نباش خواهم گذاشت. اینا که من ساختم اون دستگاهی که به صورت کشنده است مال ارتش خودمه، اصلا مال خودم ها ارتش هم زید خود میشیستم اینجا نمو یک چیزی گرفتم دزو یعنی یه سر دنیا خارج بفهم و یه همچی چیزایی دارم و امریکای شور میبینه اینجو اینجو بیگه دش اینجو بگیره نگه کن هم گرباچو باشه هست چیش برای مال خارج یا امریکایی دا امپریالیز بگیره سریع کنه تو جیبش یا علی. روزی طرف دستگاهی خواهم رفت کور دکمه با اسرار که بتوانم تمام دنیا را با فشار دادن دکمه بشیگه منفجر کنم. نیمکی ماشین روزه قیامت دکمه روزی خواهم گشت که تمامی سانده بیشونشی ها را باید خواهم گشت که تمامی تو را بیدا کنه با این ماشین دو دویا لپت و سفید و اینا گردش در نظام خودش بتان از این دستگاه استفاده کنه. حالا این دستگاه نه اون میخواه از را خبر داره نه کسی خبر یه همچون چیزی هم اونم داری از اون میگیری و یه همچون چیزی هم میشه سیم و مثلا از اون چی به چی هست. مورد قرارداد از امروز 15/10/1383 آقای محمودیان متعهد میشود که دیگر تصویر نقاشی ماشین دیمیتری را روی کاغذ یا هر جای دیگر نکشد. چرا؟ خود شما گفت دیگه نمیخوام بکشم. جوونا میرن مثلا یا به خاطر مملکت، یا به خاطر خدا، یا به خاطر دوستانشون، یا به خاطر آشنایانشون. یکی معلول میشه، یکی مجروح میشه، یکی شهید میشه، یکی قطع نخا میشه. بده، جنگ نباید باشه. همیشه دوستی و صمیمیت بین انسان ها باشه، بهتره تا جنگ باشه. جنگ که ما کردیم، حقیقتاً تقصیر آمریکایی‌ها بود، ولی ما بی تقصیریم. جنگ میگه حالت روانی داشت، یعنی عراقی حالت روانی داشتن با ما میجنگیدن. من از جنگ خوشم نمیاد چون جنگ یه چیزیه که ویران کننده است، آباد کننده نیست. ولی خب این دیگه چیزیه که دیگه از زمان پیغمبر تا الان بوده و هست، دیگه نمیشه کاریش هم کرد.
چون اگه میخواست تمام بشه همون زمان پیغمبر تمام میشد. جنگ عراق و ایران خب این دیکته شده آمریکا بود به عراق و بعد تحمیله به ما اون که رد شد و مردم هم دیدن و محبت هایی که خداوند در حق اینا کرد و تو چیزایی که تو منطقه جنگی بودش محال ممکنه که شی بگی یه همچین چیزی دیگه وجود میاد. جنگ میشه یه دست خودم باشه چرا میرم؟ میرم به عنوان همون امدادگر باز خدمت میبرم. کوچه به کوچه ها رو ما بلدیم. اگه جنگ بشه بگی نه از غرب و جنوب بخوان حمله کنن اینه. اگه بگی نه زاهدان اونورا بخوان حمله کنن طرف افغانستان باشه باز خبره هایی که داریم دست این بچه کسولا رو میگیرن میبرن. نه دیگه قبول نمی کنه. باید همیشه پرسته بچه قصه مونه بده یا پدرمون، مادرمون، داداشمون، خواهرمون قصه مونه بده. طرف هیچ کاره، طرف یه در ببین بده، هیچ کنی میگه یه موقع مثلا یه زنده بایدم ترس به توفی خود میرم چیه بشه. نه من میتونم فرمان جنگ بدم، نه میتونم بگم جنگ شروع کنیم. نه کسی حکم جهاد داده، نه کسی دستور حمله داده. من مادی زندگی کنم تا وقتی زنده باشم جنگی بشه میرم نباشم نمیرم. نه دلم میاد جداشم، نمیتونم زندگی کنم، آرامش میخوام. خیلی نمیشه با اینا تو خونه ساخت، اینجوری میشه بازم با بیمارستان و خونه، ولی خونه تنها نمیشه با اینا ساخت. تو نه کاری نه بیرونی میرم، ترس این که با کی برن کجا برن، نه خونه تنها میتونن برن بیرون، وقتی هم حالشون بد بشه دیگه به حرف هیچ کی گوش نمیدن. جنگ یه سری مشکلات برای یه سری داشت، یه سری رفاه برای یه سری دیگه. از جنگ این یه سری به جایی رسیدن، یه سری هم مثل ما دوچار این مشکلات شد. نمیدونم چرا خودم موندم خیلی سخته. نمیدونم کسی نمیدونه، هیچ کی نمیدونه ما چی میکشیم. حالا میخواین بهش بگین که میخواین ازش جدا بشین؟ بهش گفتم، خودش میدونه. چی بابا؟ آقا نویتوی این همه شب دادی ما هیچی رو فراموش نکردیم. قرار نیست چیزی رو فراموش کنیم. بعد حالت خوب شد. قرار صحنه های جنگ و صحنه های کتک خوردن تو عراق و همه رو فراموش کنیم. چه نمیشه. من ناراحته میخوام برم خانه ما.
مرخص شم برم بیرون باشم. بری چه کار کنی خونه؟ کار کنی میگوشه باشم کار کنی. چه کار کنی مثلا؟ سیگار فروشی، تسبیح فروشی، انگشتر فروشی. مگه سواد نداری؟ سواد دارم ولی نمیتونم. نمیتونی بری سر کار اداری؟ نه نه, نه. خب اداری نمیتونم، یه بار رفتم اداره کار کنم بیرون هم شد. بعد از اینکه خونه خریدی چی کار میکنی؟ چی میرم ساکن میشم. ها؟ میرم گوشه زندگی میکنم. زندگی با کی؟ با خود. با خودت؟ تنها؟ چرا؟ نمیرم. زن نمیگیری؟ چرا دختر میگیرم زندگی. کسی رو دوست داری؟ آره. کی اسمش؟ دختر بسیاری. اسمش چیه؟ نمیرم. الان پا میشی بریم نمایش درمانی؟ نه الان راحتم اینجا میام، تا ساعت 3 اینجا هستم. تا ساعت 3 جلو آفتاب میشینی؟ چرا؟ الان حالم خوب شیه خودم. جلو آفتاب بشینی حالت خوب میشه؟ نمیارم خواب بزام نمیشه ما یعنی. مرسی، کاری با من نداری؟ خداحافظ. به امان خداحافظ. سلام آقای امرایی. سلام خانم. مرادیان هستم، حالتون چطوره؟ ممنونم، شما خوبین؟ مرسی. چه خبر از جانبازان؟ اونایی که مد نظر شماست بیشتر حالشون خوبه، مثل کرمی سهام، طایفه، مصیبیان، اغلب مرخصیان و فقط برای ویزیت میان. البته کار نمایش درمانی رو هم ادامه میدن. آقای حبیبی چطورن؟ حبیبی شهید شد خانم. چرا؟ خیلی وقت بود که مریض بود. از ماشین روز قیامت چه خبر؟ علیرضا محمودیان و ماشین روز قیامت همچنان در حال حرکته. محمود دو دفعه رفت مرخصی، چند ماهی گم شد. بار دوم نزدیکای جنوب پیداش کردن. هممون نگران بودیم. پیدا شدنش یه معجزه بود. خوش اومدی. میخوای شماره خونتونو بگیرم با خواهرت صحبت کنی؟ ها؟ اینجا ما همه منتظرت بودیم. ها من خیلی دلم برات تنگ شده بود محمود، هیچ کاری نمیتونستم بکنم. خیلی دوست دارم ها. به مولا خسته شدم از زندگی، سیرم از زندگی، دیگر نمی توانم. شیر خوار اثر من، بیگناه اکبر من، بیقرار اصغر من، اصغرا گرز آتش، تشنه و بیتاب شدی، به روی دست پدر خوب تو سیراب شدی، کاشکی تا
تیر بزد هر مر بر هنجر من کو علی اصغر من کو علی اکبر من. اینا رو تلویزیون پخش میکنین یا نه؟ پخش نکنین، روحیه مردم ضعیف میشه. جانم رو نگید تا دستم روی دکمه بگذارم دنیا رو تمام کنه بس پس بمیرم. دیمیتی خواهش میکنم ماشین رو زیام تو روشن نکن. دیمیتی دست دکمه دستگاه جنده می نزد. خب پریای قصه مرغای پر شکسته، آبتون نبود دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سر بسته نبود، دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره، دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن،